جوانا هاردی یک نظامی بازنشسته اردوی آمریکا و یک مادر از شهر واشنگتن دی سی است. او میگوید که در سال 2018 پس از اینکه شاهد افزایش شمار کشته شدگان از خشونت سلاح بود، تصمیم گرفت نهاد جمعی بدون سلاح را بسازد که برای کاهش خشونت سلاح در آمریکا فعالیت میکند. جاده ها در واشنگتن بدتر از یک زون جنگ بود. میخواستم یک تغییر ایجاد کنم. بسیار ترسناک است، بخاطر که شما اطفال را یاد میدهید که از برخی مردم دور باشند و برای انجام این کار باید از خود محافظت کنید. اما با رقم بالای گلوله‌باری ها شما چی کرده میتوانید؟ هر روز جمعه هاردی در بخشای از شهر واشنگتن که بیشتر با حوادث خشونت سلاح روبرو هستند می رود و با اطفال و خانواده ها برای کاهش خشونت و التیام باشندگان صحبت می کند. این گروه منابع و برنامه های مؤثر برای مبارزه با قتل جوانان، خودکشی و مشکلات صحت روانی دارند. هاردی می گوید او با مقامات شهر روی برخی مسائل کار می کند، مثلا درست کردن چراغ های جاده ها در جاهایی که تاریک است. رشاد بیت پسر 13 ساله دوست خوب خود را چند سال پیش در خشونت سلاح از دست داده است. او میگوید که صحبت با هاردی برایش کمک کرده است. بسیار عصبانی بودم و در عین حال غمگین. اگر احساساتی می شدم، خانم هاردی پیشم بود و با صحبت مرا از این حالت بیرون می کرد. یک روانشناس کودک میگوید حتی خواندن و تماشای اخبار در مورد خشونت سلاح می تواند بر سلامتی اطفال تاثیر بد بگذارد و باعث تغییر اخلاق آنها شود، اخلال خواب و حتی سبب کم‌اشتهایی و مشکل تمرکز را پیدا کند. اما آنها اصرار دارند که اکثر اوقات خانواده ها می توانند قبل از اینکه این علائم به وضعیت جدی‌تر روانی مانند اضطراب و افسردگی برسد، جلوان را بگیرند. صحبت خانواده ها با کودکان خود در مورد آنچه اتفاق افتاده است می تواند کمک کند. وقت مشغول تماشای یک فیلم استید و کسی گلوله باری می کند، فرصت آن است که با فرزند نوجوان و یا کودکی که مکتب می رود گپ بزنید و بپرسید چرا این طور شد و چگونه شما این وضعیت را پشت سر می گذرانید. بر اساس معلومات نهاد آرشیف خشونت سلاح، الی 10 ماه می امسال حدود 670 طفل و نوجوان در نتیجه خشونت‌های سلاح در ایالات متحده جان باختند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.